اگه میخواین یه مسابقه رو ببرین باید گل بزنین و اگه نمیخواین ببازین نباید بذارین تیم حریف گل بزنه. دفاع کردن به همون اندازه ی حمله کردن اهمیت داره و موفقیت یک دهه اخیر رئال مادرید برای همین دفاعهای فوق‌العاده‌ای بود که داشت، ولی حالا همه بازیکن‌های کلیدی دفاعشون رو از دست دادن. چه بلایی سر خط دفاعی مستحکم رئال مادرید اومد. مطمئناً هممون از کیفیت مهاجم‌های بی‌نظیری که رئال مادرید تو یک دهه اخیر داشت خبر داریم. کریستیانو رونالدو، کریم بنزما، گرت بیل آماده و خیلی از بازیکن‌های دیگه که میتونستن هر دفاعی رو از پا در بیارن. ولی برای اینکه بتونین تو خط جلو خوب کار کنین، نیاز به یه دفاع مستحکم دارین. به همین خاطر رئال مادرید تو خط دفاعیش سرخیو راموس آماده و رافائل واران رو در اختیار داشت. ال کاپیتانوی رئالی ها که یکی از گلزن‌ترین مدافع‌های تمام تاریخ به حساب میاد، تو کارهای دفاعی عالی عمل می‌کرد و قطع توپ‌های فوق‌العاده‌ای داشت. از طرفی یه رهبر واقعی برای تیمش بود و تو کار بازی‌سازی هم بی‌نظیر بود. رافائل واران هم زوج ایدئال سرخیو راموس بود. واران از سرعت و نیروی جوونیش استفاده می‌کرد و پوشش‌ها رو عالی انجام می‌داد. این دو مدافع اتفاقاتی رو رقم زدن که نمیشه به راحتی ازشون گذشت و تقریبا همه تیم‌های اروپایی بهشون حسودی می‌کردن. سرخیو راموس تو تاریخ باشگاه رئال مادرید سومین بازیکن پر افتخار این باشگاه به حساب میاد که 22 جام رو با این باشگاه بالای سر برد. رافائل واران هم با 18 جامی که برد از این نظر دهمین بازیکن پر افتخار باشگاه هست. نفر چهارم مارسلو هست، دفاع چپ برزیلی که تو سانتیاگو برنابئو به یه فوق ستاره تبدیل شد و هیچ وقت پاسایی که برای رونالدو میفرستاد از خاطرمون نمیره. تو سمت راست هم دنی کارواخال با ساندرهای بی‌نظیر و دفاعهای فوق‌العاده‌ای که انجام میداد خط دفاعی مادریدی‌ها رو تکمیل می‌کرد. وقتی فوتبال وارد سال 2020 شد، رئال مادرید قهرمانی لالیگا رو با کریم بنزمای فوق‌العاده‌شون و دفاع غیر قابل نفوذ فتح کردند و تو این مسیر قهرمانیشون تو 38 مسابقه‌ای که تو لالیگا داشتن فقط 25 گل دریافت کردند. ولی تو سال 2021 شرایط فرق کرد. دفاعهای آخر مادریدیا مدام مصدوم بودن و تو اون برهه باشگاه مجبور بود با بحران کرونا مقابله کنه. بعد از اون هم یکی از پرسر و صدا ترین انتقالهای تاریخ فوتبال رقم خورد و سرخیو راموس به PSG پیوست. رافائل واران هم بعد از راموس زیاد تو مادرید نموند و این مدافع فرانسوی هم به منچستر یونایتد انتقال پیدا کرد و رئال مادرید هم هیچ بازیکنی نخرید، چون بعد از خرید افتضاح ادن هازارد فلورنتینو پرز تصمیم گرفت یه خورده بیشتر تو خریدهاش دقت کنه و مراقب شرایط اقتصادی باشگاه باشه. نکته دیگه‌ای هم که وجود داشت این بود که مارسلوی همیشگی نبود و به بازنشستگی نزدیک میشد و باید یه فکری به حال سمت چپ خط دفاعی باشگاه میشد. اونجا بود که پرز دست به کار شد و داوید آلابا رو به رئال مادرید آورد و به نظر من آلابا یکی از خریدهای موفق این باشگاه بود و خیلی بازیکن آماده ای نشون داد. دو سمت راست دنی کارواخال رو دارن و تنها بازیکنی هست که از اون خط دفاعی بی‌نظیر باقی موند و هنوز هم تو این تیم بازی میکنه. ادر میلیتائو تو وسط دفاع رئال مادرید بازی میکنه و تو اوایل کار خیلی متزلزل نشون داد و طرفدارای رئال مادرید رو نگران کرد، ولی رفته رفته تو ترکیب این تیم جا افتاد و عملکرد خوبی از خودش به نمایش گذاشت. متاسفانه این اواخر مصدوم شد و تا بخواد به فرم ایدالش برگرده ممکنه یه خورده طول بکشه. تو سمت چپ خط دفاعی مندی بازی میکنه که تو بعضی از بازیها بی‌نظیر بود، ولی خب نوسان زیاد داره و نمیشه زیاد روش حساب کرد. رالیا برای سمت چپشون نیاز به بازیکنی دارن که مثل مارسلو سالهای سال اون سمت رو بیمه کنه. در حال حاضر دو دفاع وسط رئالی ها میلیتائو و آلابا هستن که هر دوشون دارن عالی کار میکنن، ولی اگه باشگاه بتونه یه دفاع وسط تخصصی جذب کنه و آلابا تو پست تخصصی خودش یعنی دفاع چپ بازی کنه، قطعاً مادریدی ها شرایط بهتری رو تجربه خواهند کرد. شاید به همین خاطر دنبال جذب رودیگر مدافع چلسی هستن.
تو سمت راست هم کارواخال عملکرد بی‌نظیری داره، ولی خب یه خورده سنش بالا رفت و باشگاه برای آیندهش میتونه یه دفاع راست جوون و آینده دار هم جذب کنه. عملکرد خط دفاعی رئال مادرید تو بازی با سیتی افتضاح بود و یکی از دلایل اصلیش میتونه مصدومیت آلابا باشه، ولی در کل این خط دفاعی رئال مادرید با دفاع مستحکم چند سال پیشش اصلاً قابل مقایسه نیست و قطعاً تو فصل نقل و انتقالات نیاز به تقویت داره. به نظرتون رئال مادرید میتونه دوباره یه خط دفاعی ایدئال بسازه؟ تو کامنت زیر بهمون بگید. تو ویدیوهای زیر میتونین 10 گل تاریخ ساز باشگاه رئال مادرید رو ببینین و از داستان فداکاری های کریم بنزما سر در بیارین. در ضمن سابسکرایب هم یادتون نره.